راه زنید یا راهین که نگار میرسد، اشوه دهید ما را بوی بهار میرسد. دینگلیک بلار هار ها. سلام بریم تو یار قدیمی، همون همون هوادار صمیمی که را جینگل بال بیده بستم، هلو جینگل حال میپرستم. سلام، خوبی؟ این حالا چطوره؟ چطور خوبی؟ بچه ها این نقشه جغرافی هاست. بشتابید در این لایف تا برایتان توضیح بدم. خیلی گرسنمه، میخوام براتون چند تا کار کنم. اول از همه که خدمت انور عالی عرض کنم که صبح گفتم میام لایف که اپیزود جدید پادکست رو لایف ضبط کنیم، اما صلاح دیدم که این کار رو نکنیم. صلاح بزرگان را مملکت خیش بزرگان دانند. خب صلاح مملکت خیش شیروان دانند. بعد گفتم اما من دل شما را نمیشکنم که نه میایم لایو. چرا که نه؟ خب میایم لایو. بعد گفتم همون سه که گفتم میام لایو. بعد خب یه گوز دهنو میندازیم بیرون. اوه اشته به دلا بستکن. بعد اومدم لایو. آره گفتم همون سه میام لایو. بعد اومدم الان گرسنم شد. در یخچال ره باز کردم، گرسنم. یک بادمجان دیدم با یک بروکلو. از اونجایی که چارلی به من گفت، خودش به من گفت، در گوش من گفت، گفت با یه پرنده توی پنجره، یه پرنده خوشگل، رابینه، جوجه، خیلی قشنگه منظره پرنده ها که نشد. پرید رفت. اینم فلفل خان قاجار که اونجا به این زیبایی لم داده. نه ظرف نداریم. اما واسین راجب همه چی با هم صحبت میکنیم. قدم آسه آسه، ریسه ریسه، بی تو قلبم میره واسه. دل دروغ نیست، راسه. تو رو دیده، تو رو خواسته. همه بچه مچ دستم درد میکنه، همون مچ دستم که پارسال تصادف کرده بودم درد گرفته بود، خوب شد الان دوباره درد گرفته. یه روز خیلی درد وضعیتی. شیطونی میگه برم مچ بندم و دوباره ببندم. شیر منو مدریتور کن و به هم یاد بده به من به حساب گوزدودن. دیگه یاد نمیتونم بهت بدم فریبا جون، یکی باید مدریتور بشه که بلد باشه. من الان در گنجایشم نمی گنجه که بخوام یاد بدم چجوری مدریتور بشین. یه سوال کنم، از روز اول از چارلی خوشت اومد یا یکم خوشت اومد یا کم کم؟ منظورت سوده؟ منم کم کم خوشم اومد. نه اینجا تابستونه. این فرصه اینجا تابستونه. استرالیا تابستونه، اینجا انگلیس هست، اینجا زمستونه.
همه کشورهایی که بالای خط استوا هستن، بچه ها کلاس جغرافی رو یادتون میاد، خط استوا وسط کره زمین بود. کشورهایی که بالای خط استوا الان همه زمستونن، کشورهایی که پایین خط استوا الان تابستونه. خواهش میکنم سوزه جان مشبن ببرم، خیلی خوبه. آره بعدش هم میگفتم هیچی دیگه اومدم. آه بعد چارلی رفته بود سفرهای استانی کاری، گفت یه دفعه مسیج زد که شیرین، رفیقم میگه که مرد بود پسره، یعنی دوستم میگه که ایرفرایر رو پس ندین دیگه. وقتی یک چارلی رفته راجع به موضوع صحبت کرده اینا، اینو گفت و منم تصمیم گرفتم ایرفرایر پس ندم. بنابراین همه اینا رو گفتم که ما الان بیایم این بادمجون و بروکلی و لعنتی رو بندازیم تو این ایرفرایر. حالا این بروک، حالا رمیسا جونم برام لطف کرده چند تا ویدیو فرستاده که این تو ایرفرایر چیزای مختلف درست کنم، اونتاها هنوز نگاش نکردم. وای خیلی هم گرسنمه، خیلی گرسنمه. پس زیر خط استوا که زمستون میشه، وقتی که اینجا تابستون میشه، قشنگ نیست؟ قشنگ. هیچی، میخوایم چیکار کنیم؟ بادمجون و بروقلی بندازیم توی این ایرفرایر بپزه. حالا دفعه پیش که من تو بروقلی انداختم، بروقلیم چیز شد، سوخت. چطور شد؟ چرا سوخت؟ شما که میگفتین همه چیو میشه اون تو پخت، چرا سوخت؟ این گلا چی میگه؟ این منظره است، گلدونه. خب جا نیستش جای دیگه بذارمت. همینو میخواستید؟ همینو میخواستید؟ کاسه پسته ها ریخت، فلفلم ترسید. همینو میخواستید؟ حالا اگه اون گل تکون نمیخورد چی میشد؟ اونی که گفتی کاسه گل اینجا چی میگه؟ همش تقصیر توه، بعد الان پشیمون باشی، بری تو اتاق در رو ببندی، به کارهای بعدت فکر کنی. فلفل ترسیدی مامان؟ برم بزنمش اونی که گفت گلا چی میگن؟ گلم تازه خوش شده، باید بریزیم دور. کی میخواد اینا رو جمع کنه ها؟ تفل پاشو برو جارو رو بیار جمع کن. کم داشتم، یه کار دیگه هم به هم اضافه کردیم. از دست شما یه کاسه پسته معذرت. خب حالا بیاینو بهم بگین دیگه حالا این بروکلی هم چجوری بذارم این تو که نسوزه، گرست نمه. بذار بروکلی. او مای گاد، بادمجونه کپک زده. نه اینو نصفشو خورده بودم. اینا کپک نیست، نه اینا پرز روی در بادرنجونه. دیشب یه اپیزود از پادکست تجربه رو شنیدم، خیلی جالب و مفید بود، پرقدرت ادامه بده. مرسی عزیزم، خوشحالم که دوست داشتی. نه کپک نزده. مچ دست آوری که درد میکنه. تقصیر شماست دیگه، همش تقصیر شماست، همش. شیرین یکم از انگلیس بگو. چی بگم مامان جان، چقدر ما از انگلیس بگیم؟ هیچی هم نداریم بگیم. من که حداقل بری این همه بلاگر از انگلیس بگو هست، این همه از اونا بشنوید، از من هیچی در نمیاد. نون پنگردو بخور حال کنیم. نون پنگردو هم میخورم، اینو که بذارم اون تو بپزه با هم نون پنگردو میخوریم. در مورد تنبلی حرف بزن تو پادکست ها لطفا. چشم.
شیرین الان برای ایران اینترنشنال کار میکنین؟ افسانه نه، برای افغانستان اینترنشنال کار میکنم. موقع یعنی قرار دادی؟ من برای خودم کار میکنم، هر کی منو با هم قرار داد ببنده رو پروژه، پروژه ای کار میکنم. متوجه شدی؟ پروژه ای کار میکنم، کارمند جایی نیستم. درجه شو باید تایم کم بدی. چشم، مرسی. میتونی میذارن مثلا بیا ایران؟ نه مبارک جان، دیگه از تو بعیده، این سوالای تکراری داری میپرسی از من. از چهارای مولوی سلام. سلام یتیم چه درست کنه؟ واقعا نمیبینی؟ نه مادم جور ورقه کن سرخ شده تخم مرغ بزن توش. میگه یکم از من میگه پس یکم از من تو بگو. آره والا خدا رو شو گلدونم نیفتاد. وای 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 دارم از گرسنگی میمیرم. بذار برم نون پنیره رو بیارم، حداقل ته بندی کنیم که باز بتونیم مادر بگیر ید. نونه رو بده. چی داد؟ چی گفته؟ او داره سوسیس بندری درست میکنه که بچه ها. نوشه جان اینو میذاریم تو توسته. گردو هم در وزیتی. گردوهای خود را با ما داشته باشید، گردو پروران ایران. نون و پنیر و سبزی تو بیشترین میارزی. اینترنتمون رو فقط داریم هدر میدیم. دقیقاً این که چرا موندی نمیدونم، ولی نونو پنیر و گردو خب ببینم الان اینا، این بادمجونا رو که بریزم این تو. خب اصل میلو میگه نون سفید نخور چاق کننده است. اصل میلو ما غذا میخوریم که هم سیر بشیم، هم لذت ببریم، هم منابع غذایی به همون برسه. من از شما باید هممون ما با هم از الان یاد بگیریم که هر کسی اولویتاش با اولویت مثلا شمای نوعی یکی نیست. و اینکه شما یهو همینطوری با سن لخت میای وسط میگی نون سفید نخور چاق میشی بدون اینکه بدونی اولویت من چیه، زیبا نیست، زشت است. خب اولویت همه دنیا روی نیست لاغر باشن یا اون تو شابلون هیکله که تو دوست داری بگنجن. میدونی چی میگم؟ مدنه؟ آره. حالا این بادام جانا رو خب بچه ها میرزم این تو، اسپره هم روش بزنم. خب بعد میشورم اینو دیگه، درسته؟ خیر. پس اینا رو من همینجوری میندازیم. آره با باسن لخت. خب نونم که پخت. به 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 به. بعد اینو درسته؟ های شیرین الان اومدی؟ های آره الان اومدم. سعید توکلی جیگر تو برام که هر دفعه یه بج میگیری. بقیه هم یاد بگیرن بج ها رو بگیرید دیگه، بگیرید. بعد بروکلی هم بیارم. بچه ها میدونید که وقتی من پشتم به دوربینه دارم میرم میام، کامنت های شما رو نمیخونم. بعدا نگیم چرا کامنت های من رو نمیخونی، چون معلومه که بعضی وقتا آدم کامنت ها رو نمیبینه.
ببخشید عزیزم، فکر کردم رژیم هستی. آه خواهش میکنم. نه هیچ وقت به مگه من کی گفتم که من رژیمم؟ ها مگه من گفتم من رژیمم؟ نه. پس وقتی کسی نگفته اسیوم نکنیم هیچیو. اسیوم کردن کار خوبی نیست. اسیوم کردن کار شیطون گولت زده اگه اسیوم کرده باشی. خب اینم بروغلی تمام شد. بعد میگین اسپره بزنی؟ بچه رو تازه خوابوندم. نمک و فلفل و پودر سیر یکم کره یا اسپره روغن بزن مزه لاستیک داغ نگیره. ها بذار اسپره بزنم مزه لاستیک داغ نگیره. اسپره میزنیم با نمک فلفل زردچوبه. نه زردچوبه نمیزن. اینطوری این فل شیرین جان اگه دعوا نمی کنی وزنت چنده؟ دعوا نمی کنم ولی اگه تو باور می کنی، شاید باور نکنی ولی تو، ولی نمی دونم وزنم چنده. باور می کنی یا نمی کنی؟ حالا باور می کنی یا نمی کنیش برای من دیگه تغییر ایجاد نمی کنه، ولی نمی دونم وزنم چنده چون برام مهم نیست. خب اینو میذاریم اون تو. درسته؟ بذاریم بهتون نشون بدم. خب بعد میزنیمش. آها به برق. به برق زدنش من فهم که این با هندلیه کار بکنه. میزنیمش به برق. پسته ها که رو زمینه همینطوری. آب لیمو هم بریز روش. باور میکنی شیرین جون امروز یک دانس بریم تو کارش فرهاد؟ شاید رفتیم. خب اینو روشن میکنیم. چقدر بذارمش بچه ها؟ اسپری روغن نمک فلفل زدم. خب چقدر بذاریم؟ آرشان سلام. برچسب رو بکن. باشه. الان نه الان شاید شد کنه. بیا برچسب هم میکنم واسد که یه موقع اذیت نشی آتوسا. نه میدونم خودش اتوماتیکه ولی اون دفعه که گذاشته اون اول در مامانم هم هست 12 دقیقه. خب بیا نه 12 دقیقه. بر رو چند درجه؟ رو چند درجه بزنه؟ بذار رو سیب زمینی. 15 بسه. آتوسا دست در نگه. بیا. نه 20 دقیقه 189 درجه. 180 درجه دا گایز. بیا 180 درجه. حالا ما روی اون مقدار میزنیم ببینیم بعد چی پیش میاد. 12 دقیقه که تموم شد باز میکنیم یکم میچرخونیم ببینیم چی. در این بین بیاین با هم نون پنیر بخوریم. وای به 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 بزن زنگو. بهارکو که میگه 30 درجه. بهارک جان کجای بازیه کار هستی مامان جان؟ بزن بزنید نوشه جان دیگه. برگ سبزیست تحفه درویشی. دوره هم نون و پنیری میزنیم. خوراک ما نقاشا نون و پنیره. دهنه ما افتاده همینا ولی با همین خوراک نقاش پریهیت دیگه نیست دیگه بابا. اگه ما میخواستیم اینو پریهیت کنیم که دیگه میشد فر. چه فرقی میکرد؟ شیرین هرچی خریدی منم دویدم رفتم خریدم. اگه از این هواپر رازی برم بخرم. این دومین دفعه دارم استفادهش میکنم.
هنوز نظری ندارم. نه ولش کن گیلی آزاده، نمیارم بالا. آره پریهیت لازم نداره پریهیت کنی. اگر نونو پنیر خالی بخوری حافظت ضعیف میشه، حتما با گردو بخور. باشه با این حساب مردمان فرانسه و اروپا دیگه الان باید همشون تو حالت دیمنشا و نمیدونم آلزایمر اینا باشن، چون پنیر چیز اصلیشونه. پنیر رو همینطور صبح و شب و روز خام خام میخورن. چجوریه؟ واقعا ما ایرانی هم پنیر خالی بخوریم حافظمون بد میشه عزیزم. اینا رو مامان بابا ها بچه بودیم میگفتن. درسته که گردو خیلی خوبه، میگفتن پنیر نخور پنیر خنگت میکنه. از این ببخشید چرت و پرتا، برای اینکه بچه ها بتونن چیزای مقوی بخورن. اینقدر گیر ندین به اینکه چی بخور چی نخور، همه چی بخورید، میانه رو نگه دارید، افراط تفریط نکنید. اوکیه، برین همین استوری منو بذارید، استوری منو ببینیم که این پسر رو گذاشتم. همه چی باید خورد، همه چی میشه خورد. شما اگه همه عمرتون هر روز و هر شب بستنی بخورین ناسالمه، اما اگه هر روز و هر شب هم فقط بروکلی بخورین ناسالمه. بعد هم بستنی بخورین هم بروکلی بخورین. بستنیو چند بار بخورید، بروکلیو بیشتر بخورید، نونم بخورید، پلو هم بخورید، همه چی بخورید. مامان با تو نبودم، با بقیه مامان بابا بودم. ببین بیادب، این حرف زشتیه. تاج دینی رویا میگه اینجوری باز بد چاق میشی. من همه عمرم رژیم نگرفتم، یک بار تو عمرم رژیم نگرفتم، باز بد چاق میشی و اینا نداریم. چاق بودن بد نیست، سلیقه شماست. چاق و لاغری ارزش انسان رو نباید بالا پایین ببره. خب من همه عمرم همینیم که هستم، رژیم غذاییم همینه، نمیدونم عادت غذاییم همینه. من با غذا به چشم چیز نگاش نمی کنم که مثل چی میگن نگهبان زندان من باشه، بخواد مثلا من بترسم ازش و عذاب وجدان و تعادل. میگه تعادل نگهدار و پا به بهشت بگذار. اوه چی شده؟ سرور تعریف کن ببینم چی شده. چایی بزن. نه چایی دوست نمیم با نون پنیر. هوا اینجا بهاریه بچه ها، شدیدن درخت ها شکوفه کرده، گنجشکا قارقار میکنن. میپرسه دوست عزیزمون که بهار اسدی میپرسه پس چرا یه مدت توی من و تو بودی خیلی لاغر شده بودی اما هیچ وقت رژیم نگرفتی. بهار اسدی سنت که میره بالا، مخصوصا زنا، من دارم راجع به بدن زن صحبت کنم. بدن زن
از یه سنی شروع میکنه آماده کردن فضا برای متعادل سازی، برای اینکه بدن زن آماده باشه برای اینکه بتونه در خودش جنین رو پرورش بده. دیگه فکر نمیکنه شیرین مثلا این زنی که من بدنش هستم دلش بچه میخواد یا نه، این دیگه برای همه یک قانون رو چیز میکنه و بدن زن شروع میکنه آماده سازی، مساعد سازی فضای بدن برای اینکه یک بچه‌ای بخواد اونجا رشد کنه. و با افزایش سن کلن ابعاد ما متغیره. این یکی. پس شما هرچی چیه سنت کمتر باشه کوچولو موچولوتر هست همه چیت نسبتاً. من دارم راجع به خودم مثلا صحبت میکنم. من الان لباسایی که مثلا اصلا راجع به این چیزا نباید صحبت کرد. من اصلا اینطوری هم که بچه ها بیاید و منو نبرید تو فضای فکری که من دلم نمیخواد. اوکی؟ من اینجا نیومدم که با شما راجع به بدنم چرا این شکلیه چرا اون شکلیه صحبت بکنم. مربی ورزش و تغذیه هم نیستم. کیو بندازم بیرون؟ اوه حواست به بادمجون هست دیگه، زمان 5 دقیقه دیگه خودش خاموش میشه دیگه. ها سرور بیا مودریتورت میکنم. دیدم کامنتتو. کی میدونه داستان گنجشکا قارقار میکنن چیه که به بقیه هم بگه؟ بله شما نگران حافظه و هیکل و اعصاب و آرامش و هرس نخوردنتون اگر هستین واقعا باید بیاین که من بهتون یاد بدم چجوری این تو رو درست کنید. خودتون رو بکشین، به در و دیوار بزنید، رژیم و عمل جراحی و همه اینا آخرش هیچ تغییری ایجاد نمیشه تا این تو رو شما درست نکنید. حالا وسط این پنیره از این مثلثیان بزنیم از خشکی در بیاد. انقدر خوشمزه غذا میخوری گشنم شد رفتم تخم مرغ زدم. ایول برو میشه جون همه. باید با غذا رابطه عشق و عاشق معشوقی داشت، باید با غذا عشق بازی کرد، بوسش کرد به این صورت. گردو نون و پنیر رو همچی اینجوری. مامانه من که مثل مبصرا صحبت پر بورد برم. آتوزا مغز نو میخواد، بیا من مغزی تو نو میکنم. ما مغز کهنه تحویل میگیریم، مغز جدید تحویل میدیم. به خدا باور نمی کنید دیگه، حالا به من ربطی نداره. ایول جفصم ای که من بیمارم، نوکرم. من بیمار نیستم، من نوکرم. محل کارم همکارم لقمه‌مو میشموره. یه بار بگیر از بالا تا پایین بشورش یا قهوه ایش کن، دیگه کاری نداره. چشمت چی شده؟ هیچی نمیدونم. شیرین تو که یخچالت کوچیکه، گوشت و مرغ تو کجا میذاری؟ ما هفتگی خرید میکنیم. گوشت و مرغ به اندازه مثلا 2 وعده‌ای که میخوایم تو هفته بخوریم میخریم. مثلا 2 تا سینه مرغ، یه بسته گوشت چرخ کرده است، تو فریزرش میذاریم.
بچه ها تا اذان مغرب تنها چقدر دیگه مونده؟ 51 ثانیه دیگر باقی است. کاونت داون مثل سال نو. دیرید 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 گل گفتی آی گل گفتی مثل یه بلبل گفتی دره برم چه رازی ره چشت سیاهه چون که من آدمم ربا 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 یه آدمیم که پوستم درا درا سبز شده پوستم برابرم چشم همه زیرش تیره تره چشم همه زیرش تیره تره این نژاد من اومده بله جینگل بلای بمبده بله چرا اینجای تو کجه بله چون که منم یه آدمم بله آدم باید کج باشه آدم باید کج باشه خب غذامون آماده شد بچه ها این نقشه جغرافیاست بچه ها این گربه ایران ماست الان این پخته یعنی دیگه به نظرتون چجوری بفهمیم پخته بذار برم چنگال بیارم والا با این نوناشون چرا اینجات کجه چرا اینت چاقه چرا اینت لاغره آقا من آدمم مجسمه که نیستم اه چرا فلان چرا فلون خب ببینید خانمای من ببین آقایون این هنو به آن این سفته که این بروغولی چی میگین شما چرا خالی میبندین که ایرفرایر معجزه میکنه بادمجون خامه این هنو باید بپزه یکم دیگه بش من باید از این اسپقه ها بزنم اسپقه اصلا من نمیدونم این ایرفرایر به درد هیچ نمیدونم ما با همون فرم داشتیم زندگیمونو میکردیم به خدا همه تون منو گول زدید باید ایمپرس هم کنید نه هنوز راضی نیستم از هواپز ولی من هیچی بلد نیستم من هنوز آدم مناسبی نیستم که بخوام راجع به این موضوع نظر بدم روغن زدم یکم پریهیت هم لازم نیست عزیزم واسه ایرفرایر بروغولی اول باید 5 دقیقه تو آب جوش نرم بشه بعدم میاد این بروکلی خیلی قروفر داره سرور نمیخواد ایرفرایر بخری به خدا نخر آره من میگم دماش باید کمتر باشه که نسوزه مثلا 165 بعد زمانش پونزده دقیقه دیگه میذاریم همه تون خالی بستید به من یه ایرفرایر الگی انداخته حالا شما هم حرفایی که من میزنم خیلی جدی نگیرین و اینا اینجا الان ما دوره همین برای که مسخره‌بازی دراریم مامانم چی میگه؟ میگه بروغلی و فقط 2 دقیقه بجوشون بعد هم روی همه اسپری کن روغن کرده بودم فقط نجوشوندم فهمیدم بعد از قبل از گذاشتن توی ایرفرایر باید مرینیت کنی بعد بذاری آقا ما بذار یه چیز بگم بهتون بچه ها چرا اصلا بیاینو با هم بررسی کنیم چرا شیرین ایرفرایر خرید من ایرفرایر خریدم موسوی پروانه جون مرسی که برام بج گرفتی من ایرفرایر خریدم برای اینکه I was under the impression that ایرفرایر زمان پخت غذاها رو کوتاه میکنه کار رو راحت تر میکنه اگر من قراره همون مراحل پخت غذا رو که با فر و قابلم لعنتی میکنم چرا باید ایرفرایر بخرم ها؟ چرا شما سر منو گول مالیدید گربه فلفل بیا منو بخور مادر ما میخواستیم کار ما راحت تر شود نه اینکه فقط ابزار کار را عوض کنیم خالی بستید شما به ما خالی فروختید ماست را سطل ماست خالی I don't see the option to buy a badge really I don't know
بچه ها من I don't see a option to buy a badge. I think it's somewhere here. آه گوشت نداشتم. آره یکی مدیریتور کردم. سرور میگه من کامنتار دیگه نمیبینم. سرور تو مدیریتوری ها؟ شیرین جان کامنت هم ندیدی. میگم مریم چرا چند وقت نیست لایواتون رو یوتیوب دیدم خیلی مفید و خوب بود. مریم؟ مریم کیه؟ مرسی حمید رضا جان. بوم آرمیتا thank you so much for getting me a badge. بچه ها دلتون حواس قرمه سبزی نمی کنه؟ چرا ازم میپزم وقتی حواس میکنه؟ ما خودمون گول خورده ایم دختر. من ایرفرایر خریدم روغن مصرف نکنم بعد دیدم دقیقاً هی گفتن ایرفرایر بگیر که روغن مصرف نکنید. خالی محضه. من هرچی دستور پخ میبینم میگه روغن بزن. خب خواهر من برادر من ما فر داریم ها. آقا من میرم اینو پس میدم. جعبش هم خوب شد ننداختم دور. پس میدم تمام شد. چارلی هم اگه میخواد بخره خودش بره با پول خودش بخره. پول من بوده. من پول هم میخوام پس بگیرم. مرگ بر ایر فرایه. مرگ. چی شده شیرین جون افرایر رو امتحان کردید؟ رمیسا جون کجایی ببینی که همه سر من دارن کلاه میذارن. برچسبشو کندی شت. اشکال نداره برچسبشو کندم. حالا اینجا میتونی تا یه ماه پس بدی از آمازون پرایم بخری. برچسبش همینجاست. میتونم واز کنم اوتوش کنم بچسبونم. نه گرون نبود ولی اضافه کاریه دیگه. 75 پوند دادم هیچی به هیچی. چیکار کنم؟ تازه اینجا فضامونم گرفته. نگران برچسب نداشید. برچسب رو بکنی بازم میشه پس بدی. هیچ نگران نباش. تا وقتی این کار بکنه برچسب رو دوباره پرینت میگیرن میزنن. بیا سعیده هم جمع کرده ایرفرایرشو. اینا همش همینه. این تکنولوژی میارن چیزای جدید میارن. الان همه میگن تکنولوژی نه تکنولوژی. آلمانی ها میگن تکنولوژی. آره یه چیز جدید میارن میکنن تو چش ما هم باور میکنیم هم میخریم. کپیتالیزم مرگ بر کپیتالیزم. مرگ. تا وقتی زندگی دوچار مشکل نشده لازم نیست چیز جدید بخری. خواه اسپری روغنم که میزدیم و همون دوری غذا درست میکردیم. برمون میکنید. فیلیپس خریده بودم. تکبیر. مرگ. راست میگه آرزو. ناراضیاتو الان کجا بودین؟ تا من گفتم جرأت پیدا کردین ها؟ نگین که به بهار میگه تو قرار بود بری درس بخونی. بیا میگه مصرف روغن قشنگ پایین میاد ولی مصرف برق دو برابر میشه. ما راحت بودیم. آقا ما پس میدیم. ایرفرایر همون سرخ کردن بدون روغن نیست. خالی بنده. بلم کنید. نمیخوام دیگه بشنوم. نه. نمیخوام.
ما با فر همه این غذاهای خوشمزه‌ای که شما با ایر فرایر درست می‌کنید رو می‌پزید. خیلی هم خوبه. همش خالی بندیه. همش وعده و وعیدای علکی. بهتون ایده میفروشن. شما نتیجه رو واقعا نمیگیرید. شما با ایده دارید با رویا دروغی زندگی میکنید. بگروید. به منی که راست میگویم بگروید. بیا با چکرم و سیر شد این ایرفرایر هنوز قدم. برای زن سرشلوغی مثل من فرقش با فر اینه که فر رو باید قبلش گرم کنیم. خب مامان جون گرم میکنم. من همیشه گرم کردم. ولی بروکلی میخوام بپزم حداقل دیگه میذارم اون تو طولانی با دمای پایین. نمیدونم بروکلی رو باید آب پز بکن. چرا ایناشو نمیبینی؟ یه گرم کردن فر انقدر ارزشش و چیز شیستره که اوی بروکلی رو آب پز بکن. آی نمیدونم اونو مرینیت بکن. اینو فلان کن. ولم کنید. عشان قشنگ ویلم کنید. دارم هی میگم. بچه ها توی کامنت ها دیدم که بچه ها گفتن امروز انرژی منفیه، به من داری استرس میدی. اتفاقا امروز انرژی مثبته، فقط انرژیم لولش بالاست. دلم میخواد الان جینگولک بازی کنم، دلقک بازی در بیارم. این لایف برای دلقک بازی، این لایف مدیتیشن نیست. مرسی. اه انرژیم الان داره غلیان احساسات. شروین به هیچ جا نگرم. منظورم که به حرفای من گوش بدیم. سیمین خواست بگه که اومد. فاطمه میگه مایتابه رژیمی بگیر. هم میپزه هم سرخ میکنه. ایوه خوش آمد. شروین واقعا بگو پس میدی؟ آره به خدا پس میدم سنم. الان این بپزه میشورمش میذارمش تو جعبه. قهوه ساز بگیر. پس رمیسا تو برده یه کپیتالیزم شدی. رمیسا نذار اینا تو رو با خودشون بگشن پایین. رمیسا برده یه کپیتالیزم نشو. چرا قهوه رو خودت درست نکنی با همین مکاپات ها؟ ها چند تا لایک. مهدیه میگه آقا میشه به من بگی این چیه؟ اگه بده نخرم نرم بخرم. هوا پس نخر. بچه ها موضوع این هفته این زنگ تموم شد. میریم زنگ بعدی. بچه هایی که تو این زنگ نبودن تو سر کلاس این لایو سیف شده شو ببینید. زنگ بعدی الان میخوام راجع به چیز هوا پس کودتاگر باشه. من کودتا کردم نسبت به هوا پس. مگ. خب این از این هنوز داره اونا رو میپزه. شیر من قهوه رو با موکاپات درست میکنم خوشمزه نمیشه. چرا؟ خب قهوتو شاید با عوض کنی. شاید میسوزه قهوتو میسوزونی. این دو عامل میتونه تاثیرگذار باشه. وای شیرین منو تو دو سر این تیف هستیم فکر کنم. آره دسته دلقک ها رو حتما بخون شیرین جان. چی شده؟ کسی نگاه کرده تو رو؟ چرا تو کانکت زندگی میکنی؟ فقیریم خیلی فقیریم و اینا. اصلا یه وضعی شیشکی ما رو دوست نداره. دلیلش اینه. اوه سرور داره همچی به صورت گشت ارشاد وار میره جلا. چه میکنه این بازی کن؟ میندازمت بیرون تا گزگز نکنی انتر. اوه سرور آروم باش. سرور شیرین همون مریم که آلمان زندگی میکنه درباره مهاجرت. آها راست میگی مریم خیلی وقت خبرش نشده. منم پیگیری نکردم سرم شلوغ بوده. خوب شد گفتی. یه تکست بدم ببینم کجاست این دختر. نگران شده الان تو اینو گفتی. مریم تو لایوا هستی؟ مامان جان کجایی؟
قهوه میسوزه یعنی چی؟ یعنی ببین مثلا اجازه بدینم بهتون نشان میدم بچه ها، 4 دقیقه دیگه تا اذان مغرب باقی، 3 دقیقه دیگه. این تو که آب میریزی خب تا این تا پایین این آب بریزید از اون تو، خب نرید از بیرون آب بریزید که تا پایین این آب بریزه، نه توی اینو تا پایین این پر کنید. اینه قهوه تا اینجا تا لبش میریزی صاف میکنی با پشت قاشق صاف میکنی فشرده طوری، نه لازم نیست خیلی توش بریزی خفه بشه، ولی لازم هم نیست، یعنی خالی هم نکن که مثلا بگی من یه نفرم و اینا. خب بعد اینو میذاری این تو، بعد اینو خالی، این خالی میذاری اینجوری میبندی میذاری رو حرارت که اون اینجوری قلقل میخوره از تو اونا. میگه نه به خشونت علیه هواپس. سرور کارش درسته، سرور برو تو کارش قشنگ، با سر برو تو شکمش، هیچی به هیچی. این رو حرارت اینطوری قلقل میکنه. برای یه قهوه هم باید همین مقدار آب بزنم. ببین من چون تا حالا حالت دیگر رو امتحان نکردم، میگم همیشه برای یه قهوه همینقدر برو فوقش، بعدن هر چقدر درست کرده بودی و بریز توی قوری شیشه ای، فقط داغش کن یا گرمش کن، جوشش دوباره نیار. اینو میدونم که نباید دوباره جوش بیاد قول بزنه از این حرفا. خب هیچ دیگه اینطوری. بعد که به محض اینکه این اومد توی طبقه دوم، دیگه نذاری همینطور رو آتیش بمونه ها، برش دار اینجوریه. دادت من همینجوری درست میکنم، نمیسوزه بابا. خب دیگه منم میگم دیگه، زیاد رو آتیش نمونه بعدش که اومد بالا طبقه دوم قهوهه، دیگه برش دارید از رو داستان. مکاپاتت واسه یه شات نیست، میدونم مکاپات من واسه 2 نفره و 2 شات. مسافرت کجا میری عید؟ سیمین دارم میرم ایتالیانو. آره بذارید همون تو باشه، فرداش یا عصرش بخورید. آفرین، سایز مکاپات هر اندازه باشه باید همون اندازه قهوه ریخت، که اگه 2 نفره براتون زیاده یه نفرش رو بخرید. آفرین. از کجا بفهمم اومده طبقه دوم؟ درش که بسته است موقع جوش زدم. میفهمی؟ صداشو میشنوی؟ بعد درشو میتونی برداری نگاه کنی، آروم بردار که اگر مثلا لحظه اول جوشیدنشه ممکنه بپاشه، ولی درشو ما برمیداریم هیچی به هیچی نمیشه. من ناخون کارم، میشه بگی لاک ژلتو چطور زد؟ ایربراش استفاده کرد؟ نه بابا، یه لایه اول لاک عادی آبی زد، بعدم با فرچه اون یکی لاک روش زد، 3 لایه گذاشتیم اون زیر، خوش شد رفت. خب بریم ببینیم این مسخره بازی ها کجا رسید. اوه سوخته، دروغه، همه اینا دروغه. مرگ. هوا پزه کسافت، رأی ما رو پس بده. مرگ. هیچی به هیچی، اصلا به درد اصلا. این روغنم 100 تا اسپره روغنم زدیم تف. اینطوری هیچی به هیچی اصلا. برو بابا بذار در کوزه آبشو بخور، برق ما رو فقط اضافه میکنه. افا سلام المیر، دیر اومدی المیر، دیر اومدی. درجه زیاد بود خب این دفعه. آره البته درجه هم زیاد بود. درجه زیاد بود. حالا واقعا هم اینقدر که من دارم قلوف میکنم حتما بد نیست، ولی برای کسایی، اگه شما مثل منید نخرید، اگه مثل من نیستید بخرید. تموم شد، خیلی راحت الان به شما فهمیدیم چی شد داستان. اگه مثل منید بیزین، کار دارید، وقت این خنک بازی ها رو ندارید، خنک بازی ببخشید قضاوتتون نمیکنم شما ها، به نظر من این وقت هم هدر میره، نمیدونم بجوشونو روی مرینیت کنو. من آدم بیزی هستم، برای یک آدم پروفشنال که صبح تا شب، شب تا صبح داره کار میکنه، این سوسول بازیه. یا غذا آماده میخری یا از قبل مرینیت شده میخری میذاری تو فر. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
آره اگه مثل من نیستین به دردتون میخوره. بیا پریسا میگه من همین مدل فیلیپس رو یه سال دارم، عالیه. آره هیچ خوب و بد نداره بچه ها، این چیزا همش به شما. نه ما هممون آدمای خوبی هستیم، ما هممون آدمای خوبی. شیرین جان کدوم شهر انگلیس هستین؟ من هم در انگلیس هستم و در چیچستر. کاش میشد شما رو ببینم، انقدر انرژی مثبت و با اراده محکم. قربون شما، خیلی ممنون از محبتتون. من نزدیک کمبریج زندگی میکنم و اینکه ایشالله برنامه هایی که خواهیم داشت در شهر لندن اعلام که میکنیم شما ایشالله که ببینید و خدمتتون برسیم. برو پسته ها رو جمع کن. بیاین بریم با هم بشینیم روز همین پسته ها رو جمع کنیم. یا اینکه بذارین من شما رو اینجوری کنم. ای بابا ای بابا، ببین شما ها چی کار میکنید. پسته ها رو بگو که ریخت. پسته ها رو بذار بهتون نشون بدم رو زمین. بیا پسته ها رو جمع کنید. بچه هایی که تازه اومدین بگم خدمتتون، این یه کاسه پسته بود رو کابینه. واسه داریم چیز بیاریم. جارو بیاریم. بعد جلو گلدون من بود، گلدونو گذاشته بودم جلوی دوربین که فضا روحانی بشه. یکی از بچه ها گفتش گلا، این گلا چی میگن این جلو؟ گفتم آره. خب اومدم گلدونو بردارم، زد به کاسه پسته، کاسه پسته برعکس شد، ریخ زن. هیچ، بیار خر بیار و باقالی بار کن. خب اون وقت شماها میان دارن این هواپز استفاده کن. من که کامنت های شما رو دارم نمیبینم الان، ولی سرور بالا سرتونه، خیلی مراقب باشید. سرور باهاتون شوخی نداره. من کامنت هاتون هم نمیتونم بخونم چون عینک ندارم، ریز میبینم اتون کلا. کثیفی تمیزی میبینید به بزرگی خودتون دیگه. ما هم آدمیم، برها زندگی عادیه، نه نوکر کویفت داریم، نه وقت اضافی داریم، نه ایچی به ایچی. وقتایی که باید خونه تمیز میکنم. هممونم همینطوریم. هممون خونه تمیز میکنیم، هممون دستشوی توالت میریم، هممون گوز میدیم، هممون. حتی کیم کارداشیان و جنیفر لوپز هم گوز میدن، حتی میگان فاکس هم گوز میده. و کیم کارداشیان و جنیفر لوپز و میگان فاکس با رابرت دنیرو و نمیدونم میشل اوباما و نمیدونم بگن او یکیه رایان رینالز، همه اینا زمین رو جارو میکشن بعضی وقتا. به هر حال آدم این دیگه. این آی پام فلفل فوتشون کن بخور. نه دیگه من اینا رو شاید هم خوردم، باید ببینم چی میشه، ببینم احساسم نسبت بهشون چیه. اه بره موه. میگن بچه ها نگرانن، میگن نندازی دور، نگران نباش. چیکارش میکنم؟ خب پس حتی خمینی هم گوز میده. ای قربونت برم من، پسرم شاه شاهان، ماه ماهان، بمیرم برو تدا سرگ. ستاره رشتم من الان زیر پتو یواش گوزیدم، شوهرم نفهمه. واسه خونه تکونی میکنی شیرین؟
واسه عید که نه، واسه بعدش که برگردم خونه آره، چون واسه عید نیستم. بعد بعد که برگردم هستم، میخوام خونه رو تمیز کنم. خونه ما خونه تکونی لازم، ما هر دفعه که خونه رو تمیز میکنیم خونه تکونیه دیگه، انقدر که کوچیکه. بذار تو هواپزم، موهاش کز میخوره. خب بریم، بریم که من کارامو انجام بدم. از فردا من یه هفته خیلی سخت و پرکار و پرمشغله پیش رو دارم. برام آرزوی موفقیت بکنید. به گربه بگی پدرسگ نجات پرستی. نه یعنی پیش هم. خب دیگه دخترها برید بحثاتتون رو سر گوز و اینا ببرید یه اتاق دیگه بکنید، من اینجا دیگه بسه. باید یکم در شأن یک بانو هم صحبت کنیم دیگه، در شأن بانو. تو الان در شأن قانو صحبت کردیم. بادم جونه چی شد؟ بذار بیارم. نه بادم جونه کلن نسوخت، میشه خوردش ها. ای بابا تنگم هست جا. ازت ممنونیم که اطلاع رسانی میکنی، همه میگوزن. من فکر کردم فقط یه عده خاصی میگوزن. نه فرزان، همه میگوزن. برای همین وقتی از من به من میگین یه بانو نباید اینطوری باشه، یا میگین چرا زیر نمیدونم چشت فلانه، موات فلانه، پوستت فلانه، چاقی لاغری، برای اینکه ما هممون میگوزیم. پسر ایرونی با پسر انگلیسی چه فرقی داره؟ فرقش اینه که وقتی باهاش وارد رابطه میشی با همه خانوادهش وارد رابطه نمیشی. والا آره سپیده، کار تلویزیون هم فردا کلید میخوره. میترا میگه من آلرژی شدید دارم به بادم جون، با دیدنش حالم بد میشه. نشون نده لطفا، مجبورم از لایوت برم. خب بروکلی سوخته رو میخوریم با هم. خوشمزه است البته. برنامه نوروزی تو بگو کی پخش میشه. نوروز فرق دیگرش هم اینه که تو رو به خاطر روابط گذشته سرزنش نمی کنه. آره خیلی فرق داره. آره من بزرگترین فرقش که الان یادم مونده بود بهتون گفتم. فرزاد میگه چه مزه‌ای میده، مزه سوخت. بادمجوناش خوبه، بروکلیش واقعا مزه چیپس سوخته میده. چیپسی شده؟ والا چیپسی که سوخته میریزه دیگه، توش نسوخته ولی بیرونش. میخواین دیگه هم میمونده من مستقیه تو در نقیشه. نه نه میندازمش دور دیگه، داری یه ماهش پر میشه باید برش گردونم. تعصب چی؟ تعصب هم ندارم. ولی این به این معنی نیستش که با خارجی وارد رابطه بشین همیشه گل و بلبله ها. بستگی داره تو مغز شما چی میگذاره. من بادمجوناشو فقط میخورم، بروکلیاش واقعا تند شده دیگه.
زینب میگه از کی لایوی؟ یه ساعت زینب جان. بریم دیگه. برید. خداحافظ. ماست بزن بهش. آره. دیگه مقدمونو خوردیم. اینم دارم برای میخورم که خالیه. همطوری. خارجی ها خیانت نمی کنن. چرا؟ خارجی هم آدم هن. آدم ها خیانت می کنن. تو هر جای دنیا بری آسمون همین رنگه. فرهنگ متفاوته. اما مغز انسان شبیه به هم. خیانت نتیجه روابط انسانی با همه. اما این که وقتی شما با یکی آشنا میشی، ازدواج میکنی، خانوادهش باید نظارت داشته باشن روی اینکه شما چه جوری زندگی بکنی، فرهنگه. گلی نشته الان با همسرم ذکر و خیرت بود، تو مدیتیشن منی، تو عزیز منی، مرسی. نمیدونم مردم چرا عاشق اینن که بگن خارجی ها تافته جدا بافته هستن. به خاطر اینکه ما تو کشورمون فقر آموزشی و آگاهی کم داریم، فقرشو داریم و انسان به دنبال جواب سوال هاشه و رسیدن به یک جوابی که رویاییه راحت تره تا رسیدن به یک جوابی که علمی هست و به صورت اتوماتیک انسان دوست داره سریع تر به یک جوابی برسه. چی میگی سرور؟ هری جیراسولی میگه کدوم شهر ایتالیا میری؟ بولونیا. بولونز، پاستا بولونز. پرویزی مرناز مرسی از این همه انرژی مثبت تو روزم رو میسازی. قربونت عزیزم. شیرین خارج از بست داغه. الان یه پیشنهاد، دفعه بعد بروکلی رو تو سس بذار بعد بپز. دفعه بعد دیگه تو فر ایشالله. آها میگن، آها مرضیه نوشته بودی، من فکر کردم میگیم یه چیز دیگه. باور کنید الان تو ایران خانواده ها دخالت تو زندگی بقیه نمی کنن. چقدر خوب، چقدر خوب. پس من شارلی رو طلاق بدم بیام ایران ها. فریبا جون مرسی، شما روز تعطیل من رو ساخته. البته بچه ها الان من یک سوتکیس اون وسط باز کردم، باید برم وسایلمو جمع کنم. خودت فهمیدی چی گفتی؟ بله. خیلی باحالی، هر وقت میایم توی لایف میمیرم از خنده. خدا رو شکر. قربونتون برم که شما انقدر مهربونید. تو اوج بیماری حال دلمو خوب کردین. ان زودتر بیماریتون برطرف بشه. من که همسرم بهترین مرد دنیاست، با هیچ خارجی و یا ایرانی حاضر نیستم. چقدر خوشحالم واسهت. ایول. خدا رو شکر. خدا بر هم نگهتون داره. بوس بهت. خدا رو شکر. سرور کیه شیرین؟ یه معرفی کن. اینجا بین کامنت ها کم نمی... سرور یکی از خوشگلایی که همراه من هستش تو این پیج که من کردمش مادریتور، الان که گوشت و دهنا رو میتونه بندازه بیرون یا بلاک کنه. مینا نه نمیتونم راحت بیام ایران. مینا جون متاسفانه راحت میتونم بیام ایران ولی معلوم نیست راحت بتونم از ایران برگردم. میشه خونتون رو نشون بدین؟ مونا الان نه، قبلا نشون دادم، الان نه. ناخونات رو نشون بده بیا ازم. چرا آخه؟ استنداپ کمدی در چه مرحله‌ای هستش؟ هیچی. شین جون داشتی غذای رژیمی می‌خوردی؟ نه مهناز جون، داشتم غذا می‌خوردم. دم دستی.
من خیلی همسر مهربون و دوست داشتنی دارم. چقدر خوب. پرویزی مهرناز چی بود؟ نون پنیر گردو، بادمجون و بروکلی. کراش منی شیرین. کی میری آمریکا شیرین جون؟ مهریان جون معلوم نیستش هنوز. ما با اینکه من باید ویزا بگیرم دیگه، میخوام برم آمریکا. بعد ویزا هم که میدونید دیگه آمریکا رفتن قوله. بعد الان وقت سفارت گرفتم برای اینکه برم ویزا بگیرم. منتها وقت سفارت تو تابستون بهم دادن. من هر لایوی میرم بچه هام دوست ندارن ولی شما رو دوست دارن. چقدر خوب، بوس بهتون. میدونستی تو خیلی خوشگلی؟ نه. خب خیلی خوش گذشت، انرژی سطحش بالا بود. دوستتان داریم و امیدواریم که این لایو ها همون گونه که به ما انرژی دادند و خنداندند شما را هم بخنداندند. خیلی همه چیزو جدی نگیرید، خیلی همه چیزو سیاه سفید نبینید، خیلی خودتون رو جدی نگیرید، خیلی مسائل رو شخصی نگیرید. به خدا اینو برای شادی خودتون رو میگم ها، برای آرامش اعصاب خودتون. همه چی رو به خودتون نگیرید، زندگی رو هم خیلی جدی نگیرید. اگرم با همین وسایلی که تو خونه دارید، با همین لباسایی که دارید کارتون راه میفته، ترتمیز و شیک و پیک هستین، هی نرید وسایل جدید بخرید، هی سبک زندگیتون رو بخواین جدید تر کنین. اگر فر دارید، فر همون خوبه، با فر غذا بپزید، لازم نیست ایرفرایر بخرید. اگر قهوه ساز، با قهوه سازتون راحتید، دیگه نمیخواد دستگاه قهوه ساز بگیرید. اما اگر دیدید زندگی شما نیاز داره یه ذره، یه جاییشو اگر یک تغییری بدید زندگی شما راحت تر میشه، بکنید. اما اگر فقط به خاطر اینه که همه دارن یک کاری میکنن، یا هر دو کار داره یک هر دو ابزار داره یه نتیجه رو به شما میده، یه مقدار انرژی از شما میگیره، یه مقدار نیرو میگیره، یه مقدار زمان از شما میگیره، هیچ فرقی نمیکنه. انتخاب با شماست، نه اینکه همه به من میگن این کارو بکن اون کارو بکن. شما برای زندگیتون چی میخواید؟ الان ما گفتیم ایرفرایر بگیریم، فکر کردیم یه چیزی از این، یکی از این مراحل بین کار کم میشه، هیچی نشد. الان بچه هایی که ایرفرایر دارن تعصبی ناراحتن و ناراحت نباشین، شما هم تصمیم خوبی گرفتین. اگر برای شما جواب داده یعنی شما برد کردید. شما میتونید توریستی آمریکا برید بدون ویزا، اما برای کار کردن نه. المیر جان، افرادی که چه وقتی من رفتم ویزای دیجیتال بگیرم، ویزای دیجیتال میدن. مثلا الان اگه چارلی بره بخواد بره آمریکا، آنلاین میره یه فرم سری پر میکنه، 5 دقیقه‌ای یه ویزای الکترونیکی بهش میدن. من رفتم همین کارو بکنم، منم پاس انگلیسی دارم خب، ولی پرسیده بود که شما از تاریخ 2011 به این ور آیا سفر به این کشورها کردید؟ که ایران یکیش بود که من کرده بودم. خب من آخرین بار که ایران بودم 2014 بوده. گفتم بله. گفت درررررررر شرمنده ام شرمنده، این آخرین خلافه، مهلت بدین ببنده برم. گفتش نمیشه، باید بری ویزای اصلی کاری بگیری. اینجوری دیگه، با بدبختی ما هر کار بکنیم آخرین آمریکا نمیتونیم بریم. چقدم موضوع لایو و عنوان یا پین میکنی؟ شاهرخ جان داریم میریم دیگه، پین نمیکنیم. فهمیدی المیر؟ فاطیما نشه چرا کامنت های من نمیخونی؟ با من مشکل داری؟ آره دیگه، اصلا از بچگی با تو مشکل داشتم. پس کاری نمیری آمریکا؟ نه.
نه بر تفریح میخواستم برم. کراش سلبریتیت کیه؟ کراش سلبریتی من الان بهت میگم. من زیاد کراش سلبریتی دارم. اون کشیش سکسیه توی چیز بچه فیبی والر بریج چی ساخته بود؟ یعنی اگه ایران نرفته بودین میتونستین با الکترونیک ویزا برین یو اس. آره بابک جان آره. فلی بگ اون اسمشم یا هی حفظ میکنم اسم کراشامو هی یادم میره. نه راسل کرو کراشم نیست. یکی اونه سکسی پریست، یکی جیگر من توی سریال بریجرتون اون پسر خوشگله. هر دوشون هم گیان از قرار، البته که به نفع من شد، حداقل دستم بهش نمیرسه، دست بقیه دخترام بهش نمیرسه. بعد دیگه رایان رینولز، رایان گاسلینگ، قبلا خوشم نمیومد، الان براد پیت که دیگه سنش بالا رفته خیلی جذاب شده. قبلا اینطوری بود که بچه خوشگله اینا، ولی الان ماشاءالله ماشاءالله لذت بردم از دیدنشون توی اون فیلمه با خانم چیز. بعد از ایران هیچی کراش ندارم، از ایران هیچی کراش ندارم واقعا. من سلیقم مرد موسیاه نیست. هیو گرانت نه، جودلا اینا قشنگن ها ولی کراش نیستن. نه دیکاپریو اینا هم نه، همینایی که گفتم. خیلی ممنونم اگه یکی از اینا ما بتونیم، خیلی ممنون میشم. بذار یه قیافه هاشو نشونتون بدم. ماشاءالله ماشاءالله انقدر ولی خوشحالم که گیان. خدا برای مادر پدرشون نگهشون داره. بریجرتون. خب من یه دفعه یه کادو برای تولد اما واتسون فرستادم. دروغ نگو اما واتسون. از رو دخترام خدای من، با اینکه بازیگر خیلی بدیه اما واتسون، ولی از استایلش و اینا خیلی خوشم میاد اما واتسون. خیلی دلت هم بخواد موی سیاه. محسن جان بهتون بر نخوره دیگه، سلیقه استی که چقدر شما بچه این. سلیقه استی که شما آدم بدی نیستین. مثل اینه که من تو کیک آلبالویی دوست داری، من کیک پرتقالی دوست دارم. خیلی دلت هم بخواد کیک آلبالویی. خود دلم نمیخواد. بیاییم بیاییم بهتون پسر خوشگل مادر. جاناثان بیلی مادر فادر. سلام قشنگ. تازه من بلوندم خوشم نمیاد، زیتونی مثل چارلی. خدا برای من نگهش داره. وای بذار این عکسش بهتون نشون بدم. ماشاءالله ماشاءالله قشنگ. کی بودی تو؟ وایسین مطالب چیزای خصوصی رو هاید کنم. ماشاءالله. سلام من به تو. اینجا که از آب اومد بیرون بچه ها، یادتونه؟ محسن آنفالوم نکن تو رو خدا. وایسا بدم اکس. اوه دندوناشو داره گاز میزنه پدر سوخ. دندوناتو اونطوری گاز نزن. نه دیوید بکام اصلا تیست من نیست. ماشاءالله خدا برای مادر پدرش نگرش داره. شیر وقتایی که به سیما آخر میزنیم قش میکنم. خیلی عالی.
سلام برسونید. خیلی ممنونم. آره خیلی خوش قیافه است. خدا واسه دوست پسرش و شوهرش نگشته. آها اون پسره تو کویر آی. وای او مای گاد. اونم این اسمش چیه؟ همه اینا هم اسماشون رو یادم میره ها. بایستا ببینم اسمش چیه. انتونی. ماشالله. سلام how you doing. ماشالله ببینش اینم با شوهرشه لعنتی. زیباست در باران انتونی. قشنگ من تو بودی انتونی. خب اینم که پس چی شد؟ این یه کراش دیگه مونه. ماشالله خدا برای پدر مادرش نگه داره. شیده از سلیقه‌ام خوشش اومد. خب این شو او بریکاپ کردن. خب بعد کراش بعدی رو معرفی میکنیم بهتون. کجاییه؟ آمریکاییه. نگاش کن. خب بعد میرسیم به بریجرتون رو نشونه دادم. اون رو نشونه دادم. چیز سکسی پریست فلی بگ. خدا زیادشون کنه. آره فقط اگه بشه استریت بشن ممنونشون میشه. جانم مادر بگرید. مادر بگرید. هر چی داره توی یادتونه بچه ها تو چیزم بود. نه هری پاتر جزشون نیست. کراش یعنی تو احساس رومانتیک بهش داشته باشی. ولی اگر یکی خوشت بیاد به عنوان آدم به عنوان بازیگر خوب و اینا اون کراش نیست. خب نوید جان بله به حرف سرور گوش بدین. همجنس باز غلطه. همجنسگرا همجنس باز به آدمی میگن که آسیب میرسونه به افرادی که همجنسش هستن. خب همجنسگرا یک آدم عادیه که به همجنس خودش گرایش داره. دیگه بقیه هم که میشناسین دیگه. رایان رینالدز. من خیلی بچه خوشگل دوست ندارم. من مثلا اینجوری اینا خوشم. و این شبیه رها نبود. چی میگی؟ برو. اینم با زنش. انقدر این جفتو من دوست دارم. به نظر از بین کاپل سلبریتی ها این دوتا یکی از بهترین ها هن. اینجا هم که داشتن بچه دار می شود. ماشالله. شیده من و تو مثلی که خیلی هم نظر و هم سلیقه ایم. تو بریجرتون کی دیگه گی هست؟ نمیدونم دیگه کی گی هست توی بریجرتون. من چون فقط روی بریجرتون من فقط چون جاناثان بیلی خوشم میومد. این رگه هم توی خوب اون سریال خیلی جذاب بود ولی نه یعنی من کراش مراش روش ندارم. ولی خب تو اون فیلم سریال هر کاری کردن جذاب بود دیگه. نوکرم آرزو میگه سلیقت عالیه. خب بچه ها هم که پسندیدن سلیقه منو ما با هم پس بریم آژانس چیز پیدا کنیم. نظرتون چیه؟ آخه گفتی دوتاشون هم گیرن. چیز و منظورم بود سکسی پریست و منظورم بود. پس اسمش رو پیدا کنیم. فلی بگ کست. اندرو سکات و نگاه کن این اندرو سکات که سکسی پریسته. خب اندرو سکات گیه و جاناثان بیلی.
اینو جاناتان بیلی. ولی این از همه، این توی رده نفر اول هست، نخصوصاً وقتی که همین یخته این ریش و اینا. ماشاءالله تو فوتبالیستا بگو. نه دیگه عزیزم، من تو هر کاتگوری کراش ندارم. مثلا اینه که مثلا میگن آهنگ مورد علاقه چیه، من اگه آهنگ خوشم بیاد خوشم میاد. من اینطوری نیستم وای من حتما باید جاز گوش بدم، وای من حتما باید آره آژانس چارلی کجایی بیا ببین چه خبره. چارلی هم کراشای خودشو داره دیگه، ما نمیتونیم، ما آدمیم سلیقه داریم اینا، ولی هم چون دقیقاً آدمیم هم توانایی مسئولیت پذیری، متعهد ماندن، برقراری ارتباط کلامی، حرف زدن و حل مشکل هم داریم. ما خیلی از این بیشتر باید نسبت به خودمون حس مسئولیت و اینا داشته باشیم، یکم باید آدم بزرگانه رفتار کنیم هممون، ولی چون بلد نیستیم زمان میبره. من بهتون میتونم یاد بدم. کراش خواننده نداری؟ هری ستایلز، بندیکت کامبربچ. بندیکت کامبربچ فقط من توی چیز روش کراش داشتم شدید، موقعی که موهاش مشکی بود و شرلوک بود، بقیهش همینطوریش اصلا. چه پیام خاصی برای شما داشت؟ چیرین جون کنجکاف هستم که چرا سریال گریزلدا رو پیشنهاد دادید؟ خب اولا که سرگرم کننده است، دوما که ما سلیقمون کلن سریالای جنایی دوست داریم، سوما که یه زنه که در صنعت خودش که صنعت همین چیه دیلر و اینا هست، نارکاتیک و اینا هستش، تونسته تنهایی تو اون جامعه ضد زن مرد سالار خطرناک به این خوبی پیشرفت کنه. هم با حالا دیگه داستان زندگی یه آدم واقعیه. آتوسا آره عزیزم دقیقا، دوره جدید من بعد از نوروز اتفاقا تغییرهای خیلی خوبی هم توش دارم ایجاد میکنم، کیفیتش به لطف کسایی که تو این دوره های قبلی شرکت کردن خیلی قرار بهتر بشه و کلی برنامه های خوبی دارم برای دوره های جدید که حتما بهتون اعلام میکنم. اونجا نت مجانیه؟ نه، ماهیانه unlimited، نامحدود ماهیانه پول میدی. شیرین من الان خودم میدونم یه سری مشکلات دارم که به مشاوره نیاز دارم ولی پولشو فعلا ندارم، ولی بعضیا هستن اصلا قبول ندارن که مشکل دارن یا نیاز به مشاوره دارن. همه آدما همیشه نیاز دارن هر چند وقت یک بار با یک مغز دیگه چکاپ کنن. دندونتون رو هر چند وقت یک بار میرین دندون پزشکی چکاپ میکنین، حتما که دندونتون خراب نشده، یا مثلا میرید آزمایش خون و اینا میدین، یا ورزش میکنید که سالم بمونید، ماهیچه سازی کنید که وقتی پیر شدین ماهیچه هاتون نسوزه نریزید زمین. مغز هم همینه. حالا یه عده نمیفهمن که ما این مشکل دارن. اگر شما بیان یکم مقایسه کنید در مثلا 10 سال گذشته هیچکی فکر به این چیزا فکر نمی کرد، الان هرچی جلوتر میرین تعداد افرادی که میدونن که باید به سلامت روانشون هم رسیدگی بکنن خیلی بیشتر شده. شما رو خودتون کار کنید، به بقیه کاری نداشته باشید. باور کنید، بهتون قول میدم لحظه ای که شما از مرحله‌ای که الان هستید به مرحله جدیدتر شکوفایی قدم بذارید، همه چیز دور و براتون هم عوض میشه. المیر چی بوده؟ ولی پولاتون جمع کنید. اگر من دوره هایی که گروهی برگزار میکنم برای کساییه که به صورت خصوصی هزینهشو نمیتونن پرداخت بکنن و از کیفیت خدمات من هم کم نمیشه، ولی چون تعداد زیادی رو در یک بار براشون یه چیزی رو تکرار میکنم هزینهش میاد پایین تر.
بنابراین برای پایان فروردین ماه که دوره جدید میخواد شروع بشه، شما یکم پولتون رو خرج نکنید که بتونین این دوره رو شرکت بکنید. باشه؟ باشه. شب بخیر. از ایران چطوری پول واریز میشه برات؟ حساب داخل ایران بهتون میدم، نگران نباشید. شما نگران نباشید. من هر کاری میکنم که مسیری که شما میخواین طی کنید آسون باشه برای شما. آره، ایدیاتون رو جمع کنید. سرمایه گذاری کنید روی سلامت روانتون، روی آرامش روانتون، تا اینکه بخواید برید باز دوباره به کپیتالیزم پول بدین، لباس و گوشی جدید بخرید. همین گوشیتون نگه چشه. قیمتش رو میشه بگی ویکتوریا جان؟ چون من میخوام دوره رو آپدیت کنم، به روز رسانی کنم، باید بشینم حساب کتاب بکنم ببینم چقدر باید قیمتش رو بذارم که نسیخ بسوزه نکباب، بهتون اعلام میکنم. نه یوگا نه، دوره سلامت روان. مرسی، به منم خیلی خوش گذشت. مرسی سرور جون که مودریتور بودی و بر عهده گرفتی این مسئولیت رو. چشم، راجع به دوره ها من خواهم گفت حتما، به موقعش در یه دو هفته آینده توضیح خواهم داد. من این یک هفته کم رنگ خواهم بود، ولی شما حواستون به من باشه، منو یادتون نره، منو دور نندازین. آتوسا میگه برو سرور جان من هستم. آتوسا نمیذاره اینستاگرام من مودریتور رو عوض کنم، هممون داریم میریم. ولی نه نمیشه نرم زینب، چون کار دارم. شیرین جون از جدی نگرفتن زندگی حتما برامون بگو. ببین بچه بذار یه چیزی فقط بگم، من این دوره‌ای که میگم برگزار میکنم برای سلامت روان، باور کنید اگر شما اون 6 هفته رو به من اعتماد کنید، همین جدی نگرفتن زندگی هم شاملشه، حافظتون بهتر میشه، روابطتون آرامشه، این مغزتون کمتر میترسه، نگرانه، هرس میخوره، دعوا میکنه، همه اینا کمتره. علمی میگه سرور 2 دلار بعد از شیرین بگیری. راست میگه علیرضا، هر موقع چیز شده مودریتور شده از من 2 دلار گرفته. ماچ به کلتون، منم دوستتون دارم، منم دوستتون دارم. خداحافظ. 2 رو که اعلام میکنی؟ هفته این هفته نه، هفته بعدش، از تو همین آخر، تو اسفند اعلام میکنم، تو اسفند اعلام میکنم، تو اسفند اعلام میکنم. حرف بقیه آزارت میده، من میتونم تو این دوره بهت کمک کنم. شیرین جون نقش زن در سریال زیادی خشن و منفی بود، شما قدرت زن رو حتی در جهت خشونت قبول دارین؟ اصلا من زن آدمه دیگه، خب خشونت هم زن و مرد نمیشناسه، احساسات انسانی جنسیت نمیشناسن، شما هم دیگه جنسیت نشناسید. جیگر شما برید که من هی دارم کامنت های شما رو میبینم، هی جواب میدم، هی میمونم. برید دیگه، خداحافظ. یه آهنگ میذارم که این آخر سری من به کامنت های شما نگاه نکنم. با یک آهنگ این برنامه رو به پایان میرسانیم. بای. چی بذاریم؟ خدا رو خوش بیاد. بریم لایکت سانگز. یه آهنگ از آهنگای ایرانی که جوون بودیم گوش میکردیم بذار. میخوام برسونمت. بیا 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 وسن، بیا بالو بره روی سن، بیا 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 وسن، بیا بالو بره روی سن. چی ماما خالو، ای جان علیش بس، ای جان عشقین دو سف نبد و هشت، ای جان ای جان ای جان، تو دختر دختر دم در با کسی نپر، در گیر میشه دل من، دیدمت کرک و پرم ریخت،
آخه ماشین مال تو نیست، ماشین محمد قناریست. لابه ترکونمت، ما چه آبدار کنمت، و هیچی نگی و بشینی ساکت، میخوام میخوام بگیرمت. خدافظ. میخوام میخوام بلرزونی همه رو تو مهمونی، ناز بکنی واسه من، بالا و پایین بری، آواز بخونی. میگه به خودم بزی شیرین، اعتمادی نیست، اعتمادیه جون. وای بدنشو، به به. بیا من و علیشمس واسه تو جون، خونه تو آسمون بیا این وری، من با نمک دارم تو شکری. نیستی تو دل من درگیریستی تو دل بر، دیدمت کرک و پرم ریخت، زون بناریست. آخه ماشین مال تو نیست، ماشین محمد قناریست. من همه کاری برسونمت، سونمت، سونمت. خدافظ. ناز بکنی آهنگ تموم شه، من میزنم روی چند ثانیه دیگه مونده، 16 ثانیه دیگه.